در حاشیه اجلاس اخیر اتحادیه اروپا آفریقا با رئیس جمهور موزامبیک در مورد مسائل مختلف این کشور و تحولات در آفریقا گفتگو کرده ایم. در اجلاس اخیر تغییر مدل کمک های اتحادیه به مدل سرمایه گذاری و تجارت از طریق بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت لطفا کمی در این مورد توضیح دهید صنعت کشاورزی یکی از بخش است که در حال رشد است گام های مهمی نیز برای بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سطح صنعتی در نظر گرفته شده. در مدل جدید، تقویت بیشتر زیرساخت های کشاورزی مد نظر است. گردشگری بخش مهم دیگری است. همانطور که میدانید آفریقا نه فقط به خاطر ساحل های زیبایش، بلکه به دلیل طبیعت و حیات وحشش از جذابیت گردشگری بالایی برخوردار است. نقش اروپاییان به ویژه در مورد سرمایه گذاری و تجارت با آفریقا چیست و کدام مدل برای بهبود رشد اقتصادی مناسب تر است؟ آنچه اروپاییان می توانند و باید انجام دهند تداوم حمایت و کمک رسانی است به ویژه در زمینه زیرساخت های صنعتی، کارآموزی و مبارزه با بیماری های خطرناک به تازگی در موزامبیک مراحل اولیه پژوهش واکسن وبا برای کودکان آغاز شده کمک و حمایت اروپا برای تشکیل مراکز پژوهشی جدید بسیار مؤثر و مهم بوده مثلا در حال حاضر بیش از چهل مؤسسه عالی آموزشی در استانهای مختلف موزامبیک راهندازی شده است در سالانه ای کشور افزایش یافته ولی میزان فقر افت نکرده. فقط نخبگان جامعه هستند که به آب آشامیدنی، برق، حمل و نقل عمومی، دسترسی دارند. چرا خدمات بیشتری برای مردم در نظر گرفته نمی شود؟ آخر به دلیل اینکه رشد اقتصادی ۲ ده ۲ یا 15 درصد رشد, درست درست رشد درست 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 کرده که رفتار درست مردم درست تغییر نمی کند تقسیم ثروت عملی محط. ریاضیاتی نیست بلکه وابسته است به ایجاد فرصت های شغلی تقویت زیرساخت های صنعتی و بهداشتی و غیره و زمان لازم است تا به این خدمات دست یابیم درست است که آفریقا رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کند اما ما همچنان برای ساخت مثلا 100 کیلومتر جاده نیازمند سرمایه‌گذاری فراوانی هستیم که هنوز در حد توان ما نیست. فراموش نکنید که اروپا و کشورهای پیشرفته نیز با مشکل بیکاری روبرو هستند و نمیتوان گفت که دلیل آن کمبود منابع مالی و ذخایر طبیعی است. منابع و ذخایر وجود دارند اما برای جذب کل نیروی کار کافی نیستند. ما شاهد رشد اقتصادی هستیم اما این رشد نمیتواند به سرعت منجر به توسعه همه جانبه شود مسئله مهاجرت غیر قانونی هم از دیگر مشکلات حال حاضر بین اروپا و آفریقا است مسئله ای که سالانه جان بسیاری را می گیرد و معضل قاچاق انسان را نیز در دل خود نهفته دارد برای حل این مشکل چه می توان کرد این مسئله را باید از منظر اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. باید اشتغالزایی کرد. باید سرمایه گذاری کرد تا وضعیت و شرایط زندگی مردم بهبود یابد. باید با استفاده از فنناوری های جدید سطح آموزش و پرورش را بالا برد. باید زیر های اقتصادی و صنعتی را تقویت کرد. مردمی که آفریقا را رها می کنند و به اروپا می روند در واقع به دنبال شرایط بهتر زندگی هستند. اگر این شرایط در آفریقا ایجاد شود، آنها در سرزمینشان میمانند مسئله دیگر رابطه منابع طبیعی و سلامت جامعه است میگویند موزامبیک در پی کشف ذخایر جدید انرژی الدورادوی قرن است اما ما میدانیم که زخایری از این دست همیشه رحمت نیستند و در بسیاری از اوقات مایه زحمت و پایه فساد و جنگ و فجایع طبیعی اند کشوری مثل کشور شما چگونه میتواند در یک چنین دامی نیفتد آیا همکاری با اروپاییان می در این راه موثر باشد. مشکل اصلی که ما در پی کشف این منابع و ذخایر عالی دچارش شدیم کمبود علم و فناوری و شناخت کافی برای استفاده بهینه از آنها بود. این ذخایر می توانست سالها پیش کشف شود. اما ما امکانات و سرمایه لازم را برای این کار نداشتیم اکنون باید با کمک سرمایه های اروپایی از این منابع و زخایر استفاده کنیم و بر درآمدهای کشور بیافزاییم و بتوانیم در زمینه های دیگر سرمایه گذاری کنیم سرمایه ناشی از مالیات و تجارت را باید به بهترین نحو ممکن برای تقویت بودجه کشور به کار گیریم. اتحادیه اروپا نقش مهمی در مأموریت های صلحبانی در آفریقا به عهده دارد. مثلا اخیرا در آفریقای مرکزی یا مالی. در دهه اخیر اتحادیه اروپا حدود یک میلیارد دویست میلیون یورو در پروژه موسوم به تسهیلات صلح در آفریقا سرمایه گذاری کرده. اما به نظر نمی رسد که از میزان درگیری های مسلح در این قاره کاسته شده باشد. مردم قاری آفریقا به این مسائل و مشکلات کاملا آگاهند آنها سعی می کنند جلوی این مسائل را بگیرند و تدابیری برای پیشگیری از آنها اتخاذ کنند اما نباید فراموش کرد که این مسائل مربوط به مشکلات اجتماعی و اقتصادی در این کشور هاست و گاه نیز به اختلافات کهن فرهنگی بین اقشار و اقوام مختلف هر کشور مربوط است. و این مسائل را نمیتوان فقط با پول حل و فصل کرد. یعنی <تصفح> ماموریت ها بی فایده هستند آنها فقط بخشی از راه حل هستند ما به حمایت اروپا نیازمندیم اما نباید فراموش کرد که اروپا نمیتواند معجزه کند تا یک شبه مشکلات برطرف شود ای کاش میتوانست ان